السلام علیک یا ابوالفضل العباس، شما یک تا لشکر حسین علیه السلام هستی و عمود خیمه های حرم. شما کوه با صلابت ایمانی و آموزگار ادب. شما وفاداری را در قاموس واژه ها جان و روح بخشیدی. ای پسر ام البنین و برادر حسین و حسن علیهم السلام، ای برخاست از بوستان فاطمی و گلستان علوی، از شما چه بگویم و چگونه بگویم که زبان در لکنت است و قلم در شرح وصفتان لنگ می‌زند. شما خود از میان برخیز و خودشناسی تا خداشناسی را برای من تفسیر کن. ای پناه بی پناهان و باب الحوائج دردمندان، من هم همچون ذره از دریای خروشان دوستدارانت به سوی شما آمده ام. چرا که شما آرام بخش جسم و روحی و جان بخش تن و روان. به سوی شما آمده ام تا راه نشانم دهی و دستم بگیری و مرا با خود به سرچشمه آب حیات. شما خم از ابرو و غم از دل اربابت زدودی و کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام شدی. از این روست که بی نوایان از شما نوا می خواهند و گرفتاران در سراب از شما جواب می جویند. ای باب الحوائج، درگاهتان قبلگاه آدمیانیست که فارغ از مذهب و نژاد در برابر عظمتتان تعظیم می کند و دنیایی نمک پرورده خان احسان و بخششتان شدند. یکی با عشق و زاری چشم از ذریحتان بر نمی دارد، دیگری با گریه و خواهش شفای فرزندش را از شما می‌خواهد. یکی بغض کرده و دنیا و آخرت را از شما می‌خواهد، دیگری با التماس موفقیت و ترقی را از شما می‌خواهد. میهمانانتان با حوائج و خواسته هاشان به درگاهتان حاضر شده و دلهایشان را به درب حاجتها گره زده اند و گشایش آن را از شما می خواهند. چرا که با اعتقاد کامل شما را باب الحوائج می دانند و بارها و بارها با دست پر از درگاهتان راهی شدند. ای حضرت ساقی، به سویتان آمدی و در انتظار رویت ماه. شما سقای معرفت هستی و ما تشنگان راه. شما قمر بنی هاشمی و ما افتادگان در چاه. و شما پدر فضل و بخشایشی و ما گرفتار به صد آه. قلب مرا به پای ذریحت گره بزن، بیمارم و دخیل شفای تو می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين،
السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. بنام خدا با عرض سلام خدمت شما دلدادگان ساحت مقدس آقا قمر بنی هاشم از هر جای جای این کره خاکی، از اینکه وقت خودتون رو تنظیم کردید و بیننده برنامه خودتون دخیل شدید بسیار سپاسگزاریم. همینطور که میدونید برنامه دخیل راوی حکایت و داستان کسانی است که با نذر و نیاز و دعا و گره زدن قلبشون به ساحت مقدس آقا قمر بنی هاشم به مراد دل خودشون رسیدند و نگاه پرمحبت این سالار شامل حالشون شده. خوشا به این سعادت و خوشا به این توفیق. امام جعفر صادق سلام الله علیه در معرفی بیان شأن و جایگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می‌فرمایند: عموی ما عباس علیه السلام بینش و آگاهی کامل و ایمان مستحکم داشت و در کنار ابی عبدالله الحسین علیه السلام جهاد کرد و با فیض شهادت جان سپرد. طبق فرمایش صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، بینش و ایمان دو امر همیشگی و جدا نشدنی از حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بوده. خداوند معرفت ما را روز به روز نسبت به این بزرگوار بیشتر و بیشتر کنه انشاءالله. دخیل امروز با عنوان تنبیه و شفا در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. ناقل این کرامت اینجور نقل می کند: در سفر کربلایی که چند سال قبل مشرف شده بودم، شبها در ایوان حرم حضرت ابی عبدالله الحسین می خوابیدم و معمولا اول شب به زیارت حضرت آقا قمر بنی هاشم می رفتم. در یکی از شبها وقتی که وارد حرم شدم، دیدم دو نفر جوان مثل اینکه با هم نزاعی دارند در مقابل حرم طوری ایستادند که ذریح معلوم بود. یکی از آنها میخواست کلامی بگوید که به زمین خورد و بیهوش شد و دومی پا به فرار گذاشت. مردم دور او جمع شدند و او را شناختند و گفتند این شخص از فلان قبیله است. رئیس آن قبیله را خبر کردند. پیرمردی بود با هیبت و بالا سر این جوان حاضر شد و از واقعه جویا شد و پرسید وقتی به زمین افتاد کسی متوجه نشد که او چه می کرد؟ من که شاهد ماجرا بودم، جلو رفتم و گفتم او اشاره به قبر حضرت قمر بنی هاشم نمود و میخواست چیزی بگوید که یک باره نتوانست و به زمین افتاد. رئیس قبیله هم گفت او مورد غضب آقا قمر بنی هاشم واقع شده، زیرا بدنش کبود و استخوان‌هایش خرد شده بود. او را بردارید و به صحن آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام ببرید که اگر راه نجاتی داشته باشد آنجاست. دوستانش او را به دوش کشیدند و به صحن حرم آقا ابی عبدالله الحسین بردند. دو شبانه روز در کنار یکی از غرفه های صحن در حال اغما مانده بود. شب سوم منتظر بودم ببینم که
چه می شود و چه اتفاقی می افتد. امشب باید او از دنیا برود و یا از این وضع نجات پیدا کند. در همین فکر بودم که ناگهان دیدم جوان تکانی خورد و از جا برخاست. دوستانش اطرافش را پر کرده بودند. وقتی که دید دوستانش بالای سر او حاضرند، گفت ریسمانی بیاورید و پاهایم را ببندید و مرا به طرف حرم آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس بکشید و آنها هم این کار را کردند. در بین راه نزدیک صحن آقا قمر بنی هاشم علیه السلام درخواست کرد که فلان مبلغ را به فلانی بدهید و همان مقدار هم صدقه بدهید. دوستانش این امر را تعهد کردند که انجام خواهند داد. سپس از در صحن دستور داد ریسمان را به گردنش بیاندازند و او را وارد حرم کنند. وقتی مقابل ذریح آقا قمر بنی هاشم قرار گرفت، کلماتی به زبان عربی گفت که خلاصه اش این است: آقا، یا ابوالفضل، درست است اشتباه کردم و اشتباه از من بوده و حق من بوده که آبرویم برود، اما اصلا فکر نمی کردم که این گونه آبروی مرا ببری و مرا بین مردم مفتضح نمایی. و این کلمات را تکرار می کرد. در این موقع رئیس قبیله رسید و او را بوسید و ابراز خوشحالی کرد. مردم اطرافش را پر کرده بودند و نسبت به اون ابراز لطف می کردند و خوشحال بودند که مورد لطف آقا قمر بنی هاشم قرار گرفته و به او ابراز علاقه می کردند. من صبر کردم که کاملا دورش خالی بشه. نزدیک او رفتم و به او گفتم من از اول جریان تا پایان با تو بودم. بعضی از قسمت‌های سرگذشت تو رو نفهمیدم. مایلم برام تعریف کنی که جریان از چه قرار. شها من نظر تو فرزند دادم، دلم را با غمت پیوند دادم. آقا جان، مرا تا که مرا نی از در تو را جان حسین سوگند دادم. آقا آقا ای آقا جان، امیر زهرا نور الان ابا،
زمن بگذر آقا جان، زمن بگذر اگر غرق گناهم، تو را جان حسین الاف عباس، تو را جان حسین الاف عباس. اون مرد جوون این طور توضیح داد و گفت اون جوونی که همراه با من وارد صحن شد مدتی بود از من طلب داشت، ولی اون شب زیاد اصرار میکرد و میگفت همین الان طلب من رو باید بپردازی. من ناراحت شدم و گفتم تو هیچ طلبی از من نداری، و اون جوون گفت به جان آقا قمر بنی هاشم قسم بخور، من بی حیا خواستم قسم بخورم که دیگر نفهمیدم چی شد. از اون شب تا همین امشب که من رو وارد حرم آقا ابی عبدالله الحسین بردن، در همون حالت اغما زیر فشار درد و رنج بسیار شدیدی بودم. در همون عالم رؤیا ملائکه رو می دیدم که برای تشریف شخصی به حرم سید الشهدا علیه السلام تشریفاتی قائل می شدند. سوال کردم چه خبر است؟ یکی از آنها گفت حضرت قمر بنی هاشم به زیارت برادرش امام حسین علیه السلام می آیند. خودم رو برای معذرت خواهی از آقا قمر بنی هاشم خودم رو آماده کردم که به یک بار دیدم آقا قمر بنی هاشم بالای سر من ایستاده و اشاره به من می فرماید برخیز، برخیز، تو در خانه ای آمده ای که اگر جن و انس به آن متوسل شوند محروم بر نمی گردند. از همانجا حال من خوب شد. آقا ابوالفضل باب الحوائج کاشف الکرب طبیبان، طبیبی است که در مسند طبابت براش فرقی نمیکنه از چه دین و آیینی باشی. آقا قمر بنی هاشم مشکل گشاست، قاضی الحوائج، فقط با اخلاص نیت باید به محضرش شرفیاب شویم. باید در این درگاه با ادب و وقار وارد شد. اینجا بارگاه نماد آب و ادب است و شایسته نیست در این بارگاه اموری دور از ادب رخ دهد. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در گستاخی آن جوان و اراده قسم دروغ او تلنگری زد تا برای همیشه ما هم بدانیم که اینجا جای دروغ نیست. این الگو برای همیشه و برای همه جا به خاطر بسپاریم و ای کاش که در مورد بیراه رفتن و خطا کردن حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام لطف و عنایتی کند و با تلنگر رحیمانه خودش ما را از منجلاب بیراهی و ظلمات نجات دهد. امیدواریم ابوالغوث حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام همواره همیشه نظر لطف
و مهربونی خودش را از ما دریغ نفرماید و ما را از سقوط در پردگاه‌های شیطانی محفوظ بدارد انشاءالله. بیاییم حالا که دلهامون کربلایی شده برای کسانی دعا کنیم که در حسرت دیدار حرم و بارگاه آقا علی عبدالله الحسین هستند و از آقا قمر بنی هاشم بخواییم که واسطه بشند تا اسمشون در سجل زائرین آقا علی عبدالله الحسین ثبت بشه. بیاییم برای همدیگه دعا کنیم که روز به روز معرفتمون نسبت به این بزرگوار ساقی کربلا بیشتر و بیشتر بشه انشاءالله و شفاعتش و زیارتش نصیب ما بشه انشاءالله. برای کسانی دعا کنیم که در حسرت اولاددار شدنند، برای کسانی دعا کنیم که تا کنون صاحب خونه نشدند، بیاییم به نیابت از اونها دخیل بشیم که حاجتها روا بشه، در این خونه رو هر کی زده دست خالی بر نگشته. اینجا خونه آقا قمر بنی هاشمه، شرایط خیلی آسونی هم داره که حاجتتو بگیری، فقط دلتو باید صیقل بدی به محبت آل بیت محمد و ابوالغوث را صدا کنی. یا ابوالغوث اغثنی. قبل از خداحافظی یک نکته خدمت شما عزیزان عرض کنم که برنامه دخیل پنجری بر شما در نظر گرفته که میتونید از طریق ورود به رباط تلگرام شبکه جهانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام به اون دسترسی پیدا کنید. پس از ورود با اشاره به کلید دخیل چهار گزینه برای شما نمایان میشه. اولین کلید، کلید راز و نیازه که میتونید از طریق اون درد دلهای خودتون رو با ساحت مقدس آقا قمر بنی هاشم مستقیما در میون بگذارید. دومی کلید، کلید انتقادات و پیشنهاداته که میتونید از این طریق نظر خودتون رو درباره این برنامه بر ما ارسال کنید تا بتونیم برنامه بهتر تقدیم شما عزیزان کنیم. و سومین کلید، کلید کراماته که خواهشمندیم اگر برای کسی از شما یا نزدیکان شما کرامتی از جانب آقا قمر بنی هاشم اتفاق افتاده باشه برای ما ارسال کنید تا بتونیم اون رو به دیگر محبان آقا قمر بنی هاشم در میون بگذاریم و به اونها ارائه کنیم. چهارمین کلید، کلید آرشیو برنامه است که میتونید برنامه خودتون رو از طریق این پنجره دنبال کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. دست دستگیر آقا قمر بنی هاشم یار و یاور شما باد. یا علی مدد. قلب مرا به پای زنیهت گره بزن آقایم، قلب مرا به پای زنیهت گره بزن بیمارم بیمارم دخیل شفای تو می شوم
بالم به بام هیچ کسی پر نمیزنم. بالم به بام هیچ کسی پر نمیزنم. تو یا کریم صحن و سرای تو میشوم، تو یا کریم صحن و سرای تو میشوم. تهیه شده در شبکه جهانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، استودیو حضرت ام البنین سلام الله علیها، کربلای معلّا.